و سلام خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران. دعوتی امروز من آقای فرهنگ قاسمی از مبارزین و افراد سرشناس اپوزیسیون جمهوریخواه و ملی ایران می باشد. آقای قاسمی رئیس و سخنگوی حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران می باشند و امشب تم ما نتیجه انتخابات مجلس شورای جمهوری اسلامی و خبرگان می باشد. حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران انتخابات همیشه انتخابات جمهوری اسلامی را بایکوت میکنه، تحریم میکنه. به این خاطر نظریات آقای قاسمی برای ما مهم میباشد که بعد از انتخابات به نتیجه علتی که مردم ایران انتخابات مجلس شورای ملی و خبرگان رژیم ولایت مطلقه فقیه را به یک شکل مدرن و مدنی تحریم کردن در بیشتر استانها و شهرهای بزرگ ایران و آمارهایی که رژیم جمهوری اسلامی امتحا ارائه میده بیشتر شبیه به تقلا و مضحکه انتخاباتی میباشه. در این مورد نظر آقای قاسمی در حدود نیم ساعت جویا میشویم که راحل برون رفت از این بنبست سیاسی چگونه میبینند؟ آیا بدون یک آلترناتیف شفاف ملی، جمهوری خواهی، پارلمانتاریسم، لائیک و جدایی دین از حکومت، تمامیت ارضی ایران و صلح در منطقه خاورمیانه فقط با شرکت نکردن یا شعار دادن میشود از این بحران خارج شد، یا یک جواب سیاسی شفاف مورد احتیاج می باشد؟ بفرمایید آقای فرهنگ قاسمی. درود بر شما آقای خلب، درود بر بینندگان گرامی تلویزیون رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، و درود بر دوست و همکار پایدار که همیشه زحمت کار رنگین کمان رو میکشه، آقای فرشاد فرخزاد. پرسش شما در ارتباط با انتخابات پرسش مهمیه، ولی مسئله از انتخابات شروع نمیشه. مسئله از یک چیز دیگری شروع میشه که در واقع حق ابتدایی هر انسان در هر جامعه است، و اون حق ابتدایی آزادی در حق انتخاب کردن. یعنی انسان باید آزاد باشه با توجه به شناخت خودش و استقلال فکری خودش بتونه انتخاب کنه. وقتی در یک جامعه این آزادی وجود نداشته باشه، بقیه مسائل در اون جامعه دچار مشکلات فراوان میشن، از جمله مسئله انتخابات. انتخابات برای چی انجام میشه اصلا در یک جامعه؟ انتخابات در شرایطی انجام میشه که ما از یک جامعه سنتی که در اون مستبدین حکمرانی میکنند و به تنهایی تصمیم میگیرند برای مردم و قوانین چه
آسمانی و چه قوانینی که برخواسته از استبداد هست به مردم تحمیل می کنند و در مقابلش باید ایستادگی بشه. بنابراین انتخابات برای اینه که مردم بتونن مشارکت کنند، به جای اینکه کس دیگری به جای اونها تصمیم بگیره، این کار با مشارکت مردم انجام بشه. این در چه به چه دلایلی به وجود اومده؟ این به این دلایل به وجود اومده که ما در یک دوران استبدادی و حاکمیت دین و مذهب در تا قرن 13 و 14 دنیا اسیر این وضعیت بوده و علارغم اینکه برخی از روشنفکران در این زمینه صحبت‌هایی کردند و نشانه‌هایی از خودشون نشون دادند، ولی موفق نشدند و از قرن 14، 15، 16 به بعد به مرور کسانی مثل ولتر، مثل ژان ژاک روسو، مثل کانت، مثل انسان‌های دیگری که به آزادی و شرافت انسانی اعتقاد داشتند، مسئله مشارکت مردم رو مطرح کردند و این مشارکت مردم برای این بوده که از زیر سلطه استبداد و مذهب بیان بیرون. حالا در جامعه ما این قضیه دچار مشکلات فراوان شده، به خاطر اینکه ما این پیشرفتی که در جامعه اروپایی و در غرب انجام شده رو، این روند و این تحول رو نتونستیم به وجود بیاریم، به دلایل تاریخی که اینجا جای بحثش نیست. و به جای اینکه به سمت مدرنیته بریم، مدرنیته، یکی از شاخصهای مدرنیته همون حق داشتن آزادی برای انتخاب کردن، و در ایران ما این حق رو نتونستیم هنوز به دست بیاریم. یعنی ما هنوز در مرحله به دست آوردن آزادی هستیم و متاسفانه در این 45 سال گذشته بدتر از همیشه شده. وقتی میگم بدتر از همیشه، یعنی از حتی دوران قاجار میایم به این طرف، حتی زمان امیرکبیر و اواخر دوران قاجار که یک سری تحولاتی به وجود میاد و انقلاب مشروطه، الان از وضع ما از اون موقع از نقطه نظر آزادی ها بدتر. بنابراین انتخابات در یک جامعه‌ای میتونه مفهوم و معنا داشته باشه که افراد جامعه بتونن به طور مستقل، یعنی چی مستقل؟ یعنی بدون اینکه کسی رویشون اثر بذاره، چه از نقطه نظر باورهای دینی، چه از نقطه نظر دیگر باورهای غیر دینی، اینو بهشون تلقین بکنه، بهشون زور بکنه و بهشون اجبار بکنه که باید در این به این شکل عمل کرد، بلکه آزاد بذاره که در مشارکت داشته باشن در انتخاب کردن خودشون. اون وقتی که انتخابات مفهوم پیدا میکنه. برای اینکه این شرایط به وجود بیاد، طبیعتاً به خودی خود به وجود نمیاد. دیکتاتور یا
یک صاحب منصب مذهبی مثل آیت الله یا آخوند یا روحانی، اونهایی که باور به دخالت دین در امور اجتماعی دارند، اجازه نمیدن که این کار به شکل آزاد انجام بشه. برای اینکه انجام بشه، طبیعتاً ما نیازمند مبارزه با یک چنین طرز تفکری هستیم. پدران ما در این راه مبارزه کردند و جامعه ایران طی 150 سال حداقل برای آزادی مبارزه کرد. یکی دیگر از شاخصهای داشتن این آزادی چیه؟ اون حق تجمعات. خیلی چیزای ساده است. حق تجمعات، حق داشتن انجمن هاست، حق نشستن دور هم و صحبت کردن و نقد کردن وضعیتیه که جامعه، حکمرانان جامعه بر جامعه تحمیل میکنن. یعنی اگر یک کم فراتر بریم، حق تحزبه. در جامعه ای که حق تعصب وجود نداشته باشه، طبیعتا انتخاب درست، انتخابات درست انجام نمیشه. در جامعه ای که آزادی ها وجود نداشته باشه، انسان ها نتونن خودشون رو بیان بکنن با آزادی، بنابراین مشارکت درست انجام نمیشه. انتخابات هایی که در جمهوری اسلامی به نام انتخابات مطرحه، اینها در واقع انتخابات نیست، یک مضحکه است، یک خیمه شب بازی است، یک فریبکاری است، یک مردم فریبی هست که به نام انتخابات خودشون رو مطرح میکنن. تصمیمات کسای دیگری میگیرن، احزاب آزاد نیستند، آزادی خواهان در زندان ها هستند و رژیم جمهوری اسلامی یک عده رو بر ملت ایران تحمیل میکنه به عنوان نمایندگان مردم. یه چیزی هم مجلس شورای ملی واقعی که وجود داشته اینو تسخیر کردند، مثل همه کارهایی که در اسلام انجام میشه، گرفتن، تسخیر کردن، مال خود کردن و نشستن توش و از اونجا دارن فرمان روایی میکنن. بنابراین انتخاباتی در ایران به اون مفهوم وجود نداره. اگر انتخابات وجود نداره، خب طبیعتاً آلترناتیوی هم وجود نداره. طبیعتاً وقتی اجازه نمیده انتخاب بکنید، اجازه هم نمیده شما به عنوان آلترناتیو، یعنی چی؟ یعنی اینکه شما کوشش بکنید برای جانشین شدن بر وضعیت موجود. وضعیت موجود رو کنار بزنید و شما جانشین بشید. او وقتی به شما از ابتدا اجازه انتخاب کردن نمیده، طبیعتاً بهتون اجازه آلترناتیو شدن هم نمیده، برای اینکه نه زمینه حاضره، یعنی احزاب وجود ندارن، روشن فکران در زندان ها هستن و رژیم اصلا آلترناتیو رو قبول نداره. رژیم یه چیزیه که اومده میگه من از سوی خدا و آسمان اومدم و اینی که من میگم درسته، این کاری که من میگم باید انجام بده. حالا این دلیل این نمیشه که افرادی که آزادی خواه هستن، طرفدار ترقی و پیشرفت جامعه و رشد جامعه هستن و طرفدار درآمدن از این شرایط نامناسب هستن که جامعه ما رو به قهقرا برده، سکوت نکنن.
کما اینکه می‌بینیم در ایران سکوت نکردند، مبارزه می‌کنند، در خارج از کشور هم سکوت نمی‌کنند و مبارزه می‌کنند. تمام ماها و کسانی که در خارج از کشور هستند، تمام کسانی هستند که به علت فشاری که جمهوری اسلامی بر اونها وارد کرده و خطر جانی که دارن، مجبور شدن بیان خارج از کشور. وقتی میان خارج از کشور، یک عده‌ای از اونها جذب کار در کشورهای خارجی برای زندگی میشن، یه عده دیگری که آزادی خواه هستند و میخوان که برای انسانیت حرمت قائلن و میخوان که حقوق بشر در ایران اجرا بشه و میخوان که ما هم مثل یکی دیگر از این کشورهای آزاد زندگی آزاد داشته باشیم، حداقل در حدی که به خودمون مربوط میشه. بنابراین اینها مبارزه میکنن. حالا اینهایی که در خارج هستن مبارزه میکنند، با اونهایی که در داخل هستن مبارزه میکنند، باید بتونن به یه شکلی با همدیگه همکاری بکنن که یک آلترناتیو به وجود بیارن. چون آلترناتیو در واقع با درسته که در شرایط بسیار مشکلی هست که ما بتونیم آلترناتیو رو درست بکنیم، ولی همین که آلترناتیو به فکر انسان بیاد یعنی چی؟ یعنی میخوام سرنگون کنم اون چیزی که در جلوی من هست و چیز دیگری دارم که جانشین اون بکنم، چیز دیگری که اون چیز از نقطه نظر ما جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لاییک ایران چیزیه که میتونه ایران رو از وضعیت کنونی نجات بده، میتونه ایران رو به سمت رشد ببره، میتونه فقر و استبداد و حکومت دینی رو از بین ببره. بنابراین یک جمهوری که طرفدار از بین بردن فقر و استبداد و حکومت دینی هست، که ما در اون مجموعه‌ای به نام این حزب جمع شدیم، کوشش میکنیم که با توجه به نیروهایی که در داخل هستند و مهمترین نیروی شناخته شده تاریخ مبارزات ایران که جبهه ملی ایرانه و همیشه خوشنام بوده، تنها سازمانیه که به قدرت رسیده، تونسته در زمان مصدق حاکمیت ملی رو برقرار بکنه، در بعد از مصدق در دوران 57، در دوران کوتاه دکتر بختیار تونسته یک چنین کوششی انجام بده که بی نتیجه مونده به دلایل فشار و وضعیتی که در جامعه وجود داشته. ما نه تنها خودمون، بلکه ماها در واقع برخواسته و منبعث از نهضت ملی به مفهوم بزرگ اون هستیم، با جبهه ملی همکاری میکنیم، عضو جبهه، یکی از احزاب عضو جبهه ملی هستیم، همکاری میکنیم که اون آلترناتیو به وجود بیاد. اما نیروهای ما دوتا با جبهه ملی در شرایط کنونی کافی نیست. ما باید راه‌حل‌های دیگری را هم پیدا بکنیم، برای اینکه دشمنی که در مقابل ما هست دشمن قدر قدرته، دشمنی که سوار بر ناآگاهی و عدم شناخت مردم ایران شده، دشمنیه که در خانه ها و پسخانه ها جای گرفته و تونسته اذهان مردم رو
مردم معمولی رو بخوره و در اونجا بهشون چیزهایی تلقین بکنه که با ترقی خواهی و مدرنیته در تضاد. بنابراین ما وظیفمون بسیار بسیار مشکل. این با یک نقشه کار حساب شده بتونه گام های مؤثر برداره. در برنامه حزب ما این قضیه پیش بینی شده. با جبهه ملی هم و با بقیه جریاناتی که احساس میکنیم با ما نزدیک هستند در تماس بودیم وقتی اینو تهیه کردیم و در تماس هستیم و داریم کوشش میکنیم که آلترناتیو به وجود بیاد. این برنامه چیه؟ همسازی ملی جمهوری خواهانه برای ساختن جمهوری ایران، فقط جمهوری ایران، پسوند و پیشوندم نداره. جمهوری ملی ایران درست نیست، جمهوری ایرانی درست نیست، چون برمیگرده به مسئله ملیت ایران. این جمهوری ایرانه، ایران یک کشوره، این جمهوری مال برای ایران، مثل هر کشور دیگر، جمهوری فرانسه، جمهوری ایتالیا، جمهوری آلمان. بنابراین جمهوری منتها باید با مشارکت نیروهای مترقی انجام بشه. در واقع ما به دنبال چی هستیم؟ من یک مثال تاریخی براتون بزنم. ما به دنبال فرانپوپولیقی هستیم که در 1936 و 37 تونست در فرانسه با نیروهای مترقی متشکل بشه و قدرت سیاسی رو به دست بگیره. لئون بلوم توانست این کار رو بکنه و میبینیم که 1936-37 میبینیم که بعدش در 1951 و حتی جلوتر از اون این فکر توسط یک کس دیگری در ایران مطرح میشه و میاد جلو میفته و اون مصدقه. مصدق در واقع پامپوپوله رو، یعنی جبهه مردمی مترقی رو مطرح میکنه. اگر گفته میشه در ایران جبهه ملی، در اونجا ملی به مفهوم جبهه ملتی هست، آهاد مردم هست. ملی به مفهوم ناسیونالیسم، به خصوص ناسیونالیسم افراطی نیست. بنابراین ما هدفمون به وجود آوردن یک جبهه وحی از نیروهایی هست که مترقی‌اند، طرفدار آزادی هستند، طرفدار استقلال هستند، وابستگی به کشورهای دیگر ندارند، فکر می کنند و بر اساس روند تاریخ می بینند که بساط سلطنت شده و کوشش می کنند که بساط حکومت دینی را هم در ایران برچیده بکنند. می بینند که در ایران فساد، فقر، استبداد داره قوغا میکنه، برای این مبارزه میکنن. تمام کوشش و نیروی ما اینه، این افراد با این شاخص ها، با این صفت هایی که خدمتتون عرض کردم، بتونند دور هم جمع بشن و بتونن اون همسازی ملی جمهوری خواهان رو به وجود بیارن. اون شکل نوین منطبق با شرایط ایران، منطبق با سنن ایران،
سنن اینجا به مفهوم پژوراتیفش رو نمیگم، اون عادتهای ایرانی به سوی مدرنیته برن. بنابراین راه حل برای ما اینه، یک جمهوری که بر اساس این شاخصها باشه که مهمترینشون با فقر و فساد و حاکمیت مذهبی. ممنون از صحبتات. حدود 8 دقیقه دیگه وقت داریم. سوال آخرم، با برنامه حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران از نادر احزابی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات می باشد که برابری زن و مرد صحبت می کنه، یعنی خواهان 50-50 به فردا 8 مارس می باشد، روز زن. زن ایران از حجاب اجباری تا سرنگونی رژیم، در این جنبش آخیر زن زندگی آزادی، زن از مبارزات پوشش و حجاب اجباری به سرنگونی رژیم رسیدن. نظر شما بران سخنگو رئیس حزب سوسیال دموکرات لایک ایران نقش زنان در آینده سرنگونی جمهوری اسلامی چه می‌بینید؟ بفرمایید. بله، شما عضو نهاد راهبردی حزب هستید و آگاه هستید که ما بیانیه‌ای رو دیشب در این زمینه صادر کردیم که تیکش این بود: جنبش زنان ایران از حجاب تا سرنگونی رژیم. یک اشاره تا در یک صفحه بر این شده که چجوری رژیم وقتی با حجاب مخالفت میکنه، زنان شجاع ایران استوار در مقابلشون ایستادگی میکنند و این ایستادگی، برای این ایستادگی بسیار ضرر و زیان میدن، کشته میدن، زندان میفتند، تبعید میشن. و این حرکت برای حجاب تبدیل میشه به یک حرکت برای سرنگونی. 45 سال طول میکشه ولی تبدیل به یک حرکت برای سرنگونی. و به نظر من یکی از تحولات بسیار بسیار مهمه در جامعه ما. مسئله در با برنامه ما چند سال پیش، ما برای اهمیتی که برای مشارکت زنان و تساوی به مفهوم واقعی کمی زنان و مردان قائل هستیم، آوردیم به تصویب رسوندیم، کنگرمون به تصویب رسوند که مشارکت زنان و مردان 50-50 باشه، حتی اگر قرار باشه تبعیض مثبت در این زمینه انجام بشه که باید انجام بشه. تبعیض مثبت اجازه میده پرشهایی به وجود بیاد، اجازه جرقه هایی به خوره، اجازه میده خرمن های سنت گرایی بسوزه، از روشناییان ما به سمت مدرنیته بریم. بنابراین این یکی از اصول تصویب شده و قابل قبول ماست. ایمان داریم که این برای آینده جامعه ما مفیده. اصلا میبینیم ما باید که تشکر باشه که نبینه اون که زنان ایران دارن انجام میدن.
میبینیم چی کار میکنن، میبینیم چه جوری حضور دارن، میبینیم چه جوری جانفشانی میکنن. و من دعوت میکنم از بقیه احزاب و جناناتی که خودشون مترقی میدونند به همین شکلی که ما میگیم از نقطه نظر کمی و کیفی بتونن و حتی با تبعیض مثبت این اصل رو قبول بکنن، دنبال این بریم. این بسیار مهمه و از این فرصت استفاده میکنم 8 مارس رو که 2 روز دیگه است به تمام زنان جهان و به ویژه زنان ایران که واقعا در سال گذشته علارغم مشکلاتی که داشتند، ضرباتی که خوردند، ولی گل کاشتند. با سپاس از شما و تلاش‌های پیگیر شما برای دموکراسی و آزادی و موفقیت برای مردم ایران دارم. آقای قاسمی، شب خوش. شب خوش.